با سلام خدمت همه عزیزان و دوستداران فرهنگ و هنر ایران، همونطور که از قبل ترسانی کردیم، امروز قراره که با یکی از موزه‌داران ایران صحبت کنیم که در حوزه هنرهای سنتی در واقع تخصص دارن و امیدوارم که صحبت های ارائه شده برای علاقمندان به هنر ایرانی مفید باشه. ما میخواییم در رابطه با کل نقوش هنرهای اسلامی بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم که چه آثاری وجود داره، مخصوصا که موزه امیر پدرام به تازگی تأسیس شده و حدود 600-700 تا آثار رو ایشون تهیه کردن، زحمت زیادی کشیدن، حتما از صحبت‌های خودشون استفاده می‌کنیم. من منتظر هستم که ایشون آنلاین بشه و بتونم دعوتشون کنم. اجازه بدید من این تماس رو دوباره مجدد خدمتشون بگیرم و بگم که ما آنلاین هستیم. سلام جا پدرام، وقت شما بخیر. من الان لایف هستم، شما اگه آنلاین بشین بله ممنونم و منتظرتون هستیم. این سری گفتگوهای زنده که همطور که خدمتون هستیم از صحبت در رابطه با اهمیت پژوهش‌های هنر ایرانی شروع شد و اینکه ما واقعا نیاز داریم به اینکه در حوزه فرهنگ و هنرمون مستندسازی داشته باشیم و این کار خیلی خیلی کم انجام شده. ما مثال‌های زیادی رو تو لایو‌های گذشته انجام دادیم که واقعا شاید همین که ما به این بپردازیم و مستندسازی کنیم و آثارمون رو ارجمند قرار بدیم، همطور که ارجمند هستند، خودمون هم اینو باور داشته باشیم و به جهانیان در واقع این رو بتونیم نشون بدیم، خب خیلی خیلی به نظرم اهمیت داره. من خیلی خوشحال میشم اگه از مخاطبان عزیز در حوزه هنرهای سنتی ایرانی، هنرهای کهن ایرانی تجربه ای دارن یا تحقیقی انجام دادن رو حتما با ما به اشتراک بذارن، حتما ما رو در جریان قرار بدن که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. همونطور که شاید بسیاری از شما کتاب‌های من رو دیده باشین، من در بسیاری از کتاب‌هام از جمله طرح اشعار در تمدن اسلامی، از جمله طراح ایرانی چگونه می‌اندیشد، از جمله نظریه فرهنگ مادی، توی همگیشون از آثار دانشجویانم که با همچین تفکری، با همچین تفکری که آثار هنری ایرانی ارزشمند هست و قابلیت این رو داره که ازشون ما ایده بگیریم و بتونیم در طراحی امروز امتون استفاده کنیم دیده میشن. خب آقای امیر پدرام هم به جمع ما پیوستن. سلام جناب پدرام، من خواهش میکنم ریکوست بزنیم که من بتونم تایید کنم و ما بتونیم شما رو زنده داشته باشیم. خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار ما قرار دادین که بتونیم با آثار موزه شما بیشتر آشنا بشیم. ممنونم، مرسی، سپاسگزار شما هستم. من یه به صورت مقدمه گفتم که این سری لایوهایی رو که ما در نظر داشتیم و تا کنون پر کردیم در خدمت دوستان برای این هست که با آثار هنرهای سنتی و کهن ایرانی بیشتر آشنا بشیم و قابلیت‌های اونها رو بتونیم ببینیم و به خصوص اینکه مستندسازی در حوزه هنر و فرهنگ بسیار اهمیت داره. در این خصوص من خواهش میکنم خودتون بیشتر خودتون رو معرفی بفرمایید که چگونه شد که به آثار هنرهای کهن علاقمند شدین، اونها رو جمع‌آوری کردین و از موزه‌تون بیشتر برای ما بگین. اول یه سلامی عرض کنم خدمت تمامی دوستانی که توی این لایف هستند و اینکه خوشحالم لایفی با همه دوستان داریم. ابتدای کار که چجوری شروع شد برمیگرده به سال 85. خب دقیقا اولین خرید من همین نسخه یک برگرد بوستان هست که پای سر من هست از حراجی گریفین سال 1385.
علاقه از ابتدا به این شکل نبود. مثل تکامل هنر، علاقه منم به تکامل رسید. بعد هولوحوش سال 90 بود، از سال 85 که اولین خرید بود که یه نسخه خطی بود، تا 90، دقیقا تا 90 که رسید. سال 90 من توی کاخ ملت در نیاوران یک ویترینی رو دیدم از یک سفالی از هنر ابتدایی سامانیان، یه سری پرنده بود. بعد خیلی علاقمند شدم همون لحظه. خب تا روزها درگیر ذهنی اون ظرف بودم، تا اینکه بعد شروع کردم به جستجو کردن برای پیدا کردن اون ظرف. و اینکه خیلی سخت بود، هر جایی میرفتیم میگفتن نه این غیر قانونیه، اصلا پیدا نمیشه، اینا فقط توی موزه ها هست. و کم کم همین تلاشه برای به دست آوردنش دیگه انگیزه و علاقه رو اضافه کرد. یعنی انگیزه و علاقه هی روز به روز بیشتر میشه، چون کنجکاویه دیگه، برای به دست آوردنش خیلی کنجکاوی شد. بعد دیگه یه کم کم دیگه یه علاقه به تعالی رسید و اینکه دیگه شد دیگه به حدود 700 ظرف اسلامی رسیدم. بله 700 ظرف اسلامی، خب آمار بسیار خوبیه. ما رو خیلی مشتاق میکنیم که حتما این آثار شما رو ببینیم. با تجربه که من کم و بیش با آثارتون آشنایی دارم و دیدمشون، بسیارشون یه قابلیت های یونیکی دارن در هنر اسلامی که قابل توجه هستن. من همیشه برای دانشجوام میگم که وقتی ما بخوایم اصلا برمیگردیم به گذشته، این متاسفانه این تفکری که هست که مدرنیسم وارد کرده و همه چی رو یکسان سازی میکنه، میبینیم که واقعا شکست خورد. و الان در تفکرات پست مدرنیست ما همون برگشت به گذشته رو مجددا داریم و جهت هویتمند شدن که یکی از شاخصهای متمایز سازی و ارجحیت اشیا در دنیای امروزی هست، ما به این وجه فرهنگی و کهن و در واقع هویتمندمون احتیاج داریم. به همین خاطر من خیلی توصیه میکنم به دانشجویان در هر حالا حتی واحد درسی که هستن اشیای کهن رو بررسی کنن، به جهت اینکه مستندسازی بشه، مستند نگاری بشه. خب این کار خیلی ارزشمندی هست که شما با جمع‌آوری حالا اون علاقتون رو خیلی سازماندهی کردین و اینها رو به موزه تبدیل کردین، ساختار موزه براش در نظر گرفتین که بتونن در دید سایرین هم قرار داده بشه. این فکر میکنم یک وظیفه شخصی هست برای همه که از هنر کهنش حفاظت کنه و در راستای ارتقایش سعی کوشش کنه. حالا اجازه بدیم بیشتر به موضوع تخصصمون بپردازیم. در رابطه با این نقوش، ترکیب بندی ها، همه مبانی سواد بصری و هنری که ما توی دروس آکادمیک دانشگاهی میگذرانیم، در رابطه با این آثاری که داریم برامون صحبت کنین. چه چیزهایی توشون مهرزتر، بارزتر و جذابیت های خاصی داره که مورد توجه میتونه قرار بگیره؟ نگاه کنید، مجموعه من در باطن ذاتیش خراسانه، هنر خراسان در همه زمین‌ها، حالا بیشتر سفال و شیشه است. و اینکه من خیلی خودم دوست دارم، خب چیزی که باب نیست توی موزه ها، حالا انشالله ما این رو پیاده میکنیم، موضوعیت بدیم به هر بخشی از ویترین هایی که داریم. مثلا ما در موزه آبگینه و سفال ما چیزی به نام ویترین پرنده نداریم، ما چنین چیزی، یعنی ما میایم دو تا شیء رو میذاریم کنارش، یه شیء دیگه میذاریم کنارش که هیچ تناسب هنری با هم نداره، ولی مثلا برای یک دوره است ما دوره رو رعایت میکنیم. من میگم حتی دوره ها رو رعایت نکنیم، مثلا بیایم از زمانی که سفال لامپدار شکل میگیره، از دوره مثلا بنی عباس، عباسیان شروع میشه تا قاجار، ما بیایم سیر رو بچینیم. خیلی این بر من خیلی مهمه که سیر تحول مثلا یک پرنده رو بتونیم ببینیم، از یک پرنده خیلی خشن بیکیفیت تبدیل میشه به یه پرنده مدرن، بعد دیگه یه پرنده داریم که خیلی پست مدرنه که اصلا دیگه پرنده نیست و خیلی سخت بگردیم توش تا ببینیم این یه پرنده است. میگم ما این ضعف رو توی موزه ها داریم، موضوعی برخورد نمی کنیم، ما تاریخی برخورد می کنیم، همیشه توی ویترین ها تاریخی برخورد میشه که انشالله این ضعف رفع میشه. مجموعه ما یکی از ویژگیاش اینه، آثار برای اولین بار دیده میشن.
یعنی چون آثار خریداری میشن و جدید هستند، خب یکی ویژگی اینه که فردی که مثلا در گذشته مثلا دانشجوی هنر بوده میره سفالای اسلامی رو بررسی میکنه، خب بررسی میکنه سفالای اسلامی رو، تصاویر زیادی میبینه از موزه های مختلف که این اشیا از 1930 1920 تا 2015 2016 خریداری شدن در موزه ها هستن. یکی از ویژگی های این که این موزه، حالا انشالله تا 4-5 ماه دیگه مرمت ساختمون تموم میشه، در یک امارت قاجاری هست، ما اولین ویژگی موزه اینه که با اشیای جدیدی شما روبرو میشید، با طرحهای جدیدی و طرحهایی که تا حالا توی اینترنت نبوده، چون خریدهای جدیدی هستن و اینکه یک فضای جدیدی رو به شما میده. خب یعنی به یک دانشجو، حالا این پوستر اخیری رو که درست کردیم همون تصویر یک پرنده‌ای بود که حالا اینجا هم هست، ظرفش آوردمش. این پرنده به این شکل تا حالا دیده نشده در هیچ مجموعه‌ای، در هیچ موزه‌ای دیده نشده. ما یک از ویژگی مجموعه‌مون اینه، اشیایی در اون قرار دارن که تا حالا دیده نشده، عینی یونیکن، یعنی هیچ عینی براشون دیده نشده. در این حالی خب ظرفایی داریم که خب مشابهتشون در موزه‌های دیگه هم هست. حالا من می‌خوام ظرفو نشون بدم. بله حتما دوست داریم ببینیم ظروف شما رو. اتفاقا در رابطه با همین که فرمودین، چیدمان آثار خب برسه یه سنت قدیمیه. به 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 به، واقعا من حظ بصری میبرم از اینکه این ظرفی به چه زیبایی، با چه واقعا چه زیبایی، حظ بصریش کافیه. من هیچی نمیگم که فقط بچه‌ها نگاه کنن. آره بعد یه نکته هم هست، ما فعلا اینو مرمت نکردیم چون حالا ما دوست داریم حتی در استانداردهای مرمت هم ما ویژگی‌های خاص خودمون استفاده کنیم. حتی مثلا بحث بود که اصلا این بشقابو ما اصلا مرمت نکنیم، همین جوری به همین ویژگی‌هاش مثلا نگهش داریم، هر آنچه که بوده رو فقط تمیز کنیم، هیچ تغییری توش ایجاد نکنیم. خب بله. و اینکه در مورد این ظرف حالا یه توضیح بدم حالا بچه‌ها. بله حتما حتما. این یک ظرف هست برای دوره احتمالاً سامانیان، همینطور ظروف اولیه هست که این رنگ ها دقیقاً رنگ هایی هستند که بعدها ظروف زرین فام رو تشکیل میدن. این رنگ همون رنگی هست که ظروف زرین فام، در تکامل این رنگ هست که به ظروف زرین فام تبدیل میشن. این پرنده خیلی ویژگی جالبی داره، خب اینکه بالهای خیلی باز گشاده در حین پرواز خیلی جدیه، یه پرنده جدیه و کاملا سراسر یک ظرف رو پوشونده، یعنی ببینید از لبه ها شروع میشه این پرنده، که این خیلی ویژگی خیلی کمیابیه توی ظرف ها. حالا بعضی اوقات هست یک ظرف دوره سامانیان مثلا در وسط قرار داره، خب بله. ولی این یک پرنده است که تماماً کل یک ظرف رو گرفته که شبیه این من ندیدم جایی، تو هیچ کالکشنی من ندیدم. و این رو من میگم، ما پرنده ها همون طوری که شما گفتید به سمت پست مدرن میریم، حتی من توی همین ظرف ها میگم یک پرنده از خیلی ساده و خیلی خشن شروع شده، خیلی لطیف شده، ولی بازم یه پرنده است. ولی در بعدها، حالا انشالله الان یکی از ظرفا رو ما باز من نشون میدم، پرنده به تکامل به پست مدرنی میرسه که خیلی پیچیده میشه. شما اصلا انتزاعی میشه. آره واو. خیلی انتزاعی میشه. بله بسیار بسیار زیباست. آره شما این حالت بالیش رو ببینیم بچه ها، پرنده های مختلفی که توش هستن و حالت منقار، اصلا ترکیب بندی که حالت پاش داره با حالت گردنش، همه یعنی در همه اصول کمپوزیسیون هنری رو در واقع میتونیم بگیم که اینجا رعایت شده. درسته. و اینکه میگم از یک پرنده خیلی به اصطلاح من میگم پرنده از پرنده تبدیل شده به یه چیزی ترکیبی با همون شکل ظاهری که ما تو تالیوگرافی و خطوطی که در کوفی روی این ظرفا داریم میبینیم. یعنی این سب ظرفا، البته این سب ظرف دیده شده قبلا توی بعضی از مجموعه ها دیده شده،
ولی نه این من حالت بالش مخصوصا خیلی معروفه، تو این حالت بالش رو ما جاهای مختلف میبینیم که واقعا یک حالت اصلا هویت بخش و امضای خاص هنری این دوران رو داره و خیلی خیلی زیبا کار شده. آره، بعد خیلی جالب اینجا در کنار این پرنده شما پرنده های دیگه هم میشه دید که در بله این کار حضور دارن. و اینکه من یه بحثی در مورد همین پرنده کنم، میگم شما در خطوط اولیه دوره سامانیان در نیشابور که دیگه به اوج میرسه هنر سفالگری در نیشابور، اول در ابتدا شما خط در کالیوگرافی و خوشنویسی که روی کتیبه های اطراف این سفالا هست در ابتدا ساده است. در ابتدا شما با خطوطی طرف هستید که فونت های کوفی معمول بوده که در نسخه نویسی هم استفاده میشه، ولی بعدها همین چرخش دست ها بوده که هم کالیوگرافی رو ایجاد کرده روی ظرفا که شما میبینید دیگه حروف از شکل خارج میشن، از استانداردهاشون خارج میشن و دقیقا با همون شرایطی که همون حرفهای کوفی از شکل ظاهری از فرم خارج میشن و تبدیل به نقاشی خط در اصطلاح میشن، همین شکل هم زاویه ها را از دست میدن و شکل ها در هم میآمیزن. و اینکه دقیقا همین سیر همون پرنده ای که ما دیدیم در ابتدا یک پرنده خیلی کاملا پرنده، ولی در بعد یک پرنده مدرن یا پست خیلی مدرن انتزاعی خیلی هنری به قول معروف. آره که شاید در نگاه اول یک بیننده ای که یعنی اصلا رئال نیست، یعنی کاملا از فاز رئال خارج شده و کاملا به یک فاز هنری و یک دنیای مثالی وارد شده. آره دیگه دقیقا، بعد دقیقا توی یه دنیایی که مثلا میگم بار اول کسی ببینه اصلا فکر نمی کنه این پرنده است. بعد در همین دوره ها که همین استاد پناهی خیلی دوستش دارم کاراشو و این بحث موزیکالوگرافیشو، و من حس میکنم این بحثی رو که استاد پناهی میگه که موزیکالوگرافی با موزیک کالیوگرافی شکل میگرفته، من حس میکنم حتی این آرتی این پرنده ای هم که روی این هست با همون موزیکال ایجاد میشده. و اون موزیک حس میکنم رو به تعالی بوده و اینها هم رو به تعالی با فرم‌های جدید و مدرن میرن که خیلی بسیار زیبا هستن. حالا ما توی مجموعه من فکر میکنم هولوش 20 پرنده نیشابوری با انواع و اقسام مختلف داریم و اینکه هم توی کوچیک هم مدوری هم سراسری داریم. حالا انشالله میگم ما تصاویر زیاد آنلاین نمی کنیم، منتظریم که حالا انشالله موزه را بیفته. بله حتما ما منتظریم، ما هم خیلی منتظریم. این ایده شما بسیار ایده جالبیه، در واقع شاید یک ایده کاملا آکادمیکه، یعنی ما توی کلاس های که بچه ازمون موضوع میخوان برای پژوهش، یکی از خطای فکری که من میگم خیلی خیلی میتونه جالب باشه همینه که بیاید سیر تحول و تطور هر نقشی رو، هر موضوعی رو، هر شی رو در طی تاریخ بررسی کنن. و این خیلی جالبه. حالا همونطور که فرمودین، مثلا ما الان توی موزه ها خیلی خوبه که موزه ها تخصصی باشن. مثلا خب من با موزه های ملی ایران، موزه آبگینه، موزه رضا عباسی خب خیلی درگیر بودم، حالا برای رساله دکترای خودم و نمونه پژوهش هایی که داشتم، و متاسفانه من اینو دیدم با اینکه مثلا موزه آبگینه خب میشه گفت یه موزه تخصصی علاوه متریال به شیشه و سفال میپردازه، و همون خاطر حتی مثلا در خاورمیانه که یونیکه، ولی خب حتی در دنیا هم مثلا شاید 10 تا موزه بیشتر نباشن، بیشتر کمتر، که اختصاصا مثلا به متریال شیشه و سفال دارن میپردازن. ولی همین که این اختصاصی شده اونو یونیک کرده در این زمینه. موزه رضا عباسی دقیقاً همین ویژگی داره که خوشبختانه موزه شما هم داره، اشیاش خریداری شده است، به همین خاطر خیلی یونیکه. یعنی اشیایی که در موزه رضا عباسی هست اصلا در موزه های دیگه اصلا مشابهشون ممکنه وجود نداشته باشه، و موزه ملی هم که جایگاه خودشو داره. متاسفانه ما تو بخش موزه داری خب خیلی 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 مشکل داریم، این سازماندهی هایی که
سازماندهی های آکادمیکی که انتظار داریم، مثلا همین که میفرمایید مثلا آدم دنبال یک موضوع خاص بره، مثلا من میخوام نقش پلنگ رو بررسی کنم، میخوام برم تو موزه بگردم، مجبورم خودم یه دیدگاه پژوهشی داشته باشم برم بگردم، یک کاری از قبل انجام نشده در اختیار من قرار بگیره. خب اینا همه نیازهای مطالعاتی هست که واقعا ما کمبود داریم توشون و بعد تو این زمینه خیلی کار بشه. درسته. و اینکه به نکته جالبی اشاره کردیم، اینکه یک موزه وقتی خرید انجام میده، مثلا الان ممکنه حالا بعضی دوستان مشکل داشته باشن با این حرف، حالا میراث فرهنگی هم زیاد خوشش نمیاد، ما چه بخوایم چه نخواهیم یک سری اشیا در بازار آنتیک وارد میشن، این یه واقعیته، یعنی نمیتونیم کتمانش کنیم. و اینکه وقتی که اشیا خریداری میشن، شما اشیای موزه رضا عباسی رو ببینید، اشیایی در اون موزه هست که واقعا فوق العاده یونیکه. حالا به اشیای طلا، حالا همین موزه، همین تو موضوع حرف خودمون، یک ظرف سفالی هست برای دوره همین سامانیان نیشابور که یه عده سوار یک قایق هستن و دارن واقعا یکی از ظروف مورد علاقه منه، یعنی واقعا یونیک و خاصه. دقیقا، اصلا فوق العاده است، اصلا دیده نشده است اصلا چنین چیزی. همینطوره. و با اینکه من خیلی توی هم بازارش هستم چون باید برای موزه خرید کنم، هم در فضای مجازی هستم برای اینکه مطالعه کنم روی طرح‌ها، واقعا من اون طرح رو ندیدم، وجود نداره و واقعا طرح استثنایی است. یعنی واقعا موضوعیه، یعنی اینی که ما میگیم هر شی که خودش یک کالای فرهنگیه، خودش توی یک رسانه باشه، دقیقا مثالی که زدین شاهدی بر همین مدعاست. این ظرف علاوه بر این که نشان دهنده هویت فرهنگی و هنری و فناوری در حوزه ساخت ظرف هست در این دوره، ولی یک رسانه است که فناوری کشتی سازی ما رو داره تو اون دوران 1000 سال پیش 1200 سال پیش داره نشان میده و خودش خیلی اهمیت داره. و نکته مهم اینه که این کشتی سازی که یه عده زیادی کنار هم دارن پارو میزنن و یه کشتی بزرگه، هنرش و این پیغام تاریخیش در کجا شکل گرفته؟ در نیشابوری که اصلا دریایی نداره. بله. ولی دانشمندان زیادی اطلاعات زیادی در دوره نیشابور دارند. خب من تاکید دارم روی نیشابور، حالا ظرفای دیگه استثنایی هم در ساوه، در قم، در گرگان ساخته شده، ولی من همیشه میگم هنر اسلامی از خراسان که شکل میگیره. هر آنچه که ما از هنر اسلامی داریم از خراسانه، یک واقعیت محضه. اصلا ما نمیتونیم بگیم این هنر از خراسان شکل نگرفته و این هنر خراسان هم کسی همین ادعا رو نداره، کسی همین ادعا نداره و نه همینطوره، این مرکز و قطب فنی هنری و فرهنگی بوده نیشابور در حوزه در اون زمان خودش و خیلی خیلی ارزشمند. و یه سری اوقات مثلا بعضی ها مثلا میان به کوالیتی فکر میکنن، یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه چون مثلا سفال های زرین فام ساوه قم خیلی در حد اعلایی هستن، پس اینه، ما اینجاست که ما به تعالی میرسیم. ولی من اینو قبول نمیکنم. ما در نیشابوره که هم در ابتدا هم در تعالی هنر اسلامی، ما اونجاست که به نتیجه میرسیم. یعنی ما در همین حوزه نیشابور ما زرین فام داریم، زرین فام های اولیه‌ای رو داریم در همین دوره نیشابور. حالا انشالله حالا ظرف های زرین فام اولیه رو انشالله حالا توی موزه خواهید دید. خب جان پدرام، خیلی دوست داریم از آثار دیگه ای هم که میدونم چند تایش زحمت کشیدین آماده کردین به بینندگان ما نشون بدید. مخاطبان ما خیلی خیلی علاقه مند هستن با توجه به این که میگم این اشیای شما خریداری شده است، یونیکه و ما واقعا منتظر هستیم که شما هر چی دوست دارین اینا رو مستند کنین، کاتالوگاش، کتابش به خصوص در آره. همونطور که حالا میدونین من حالا کتابی در رابطه با قرون اولیه اسلامی تو این البته فقط اون سه تا موزه که خدمتتون گفتم، آبگین، رضا عباسی و ملی ایران، جمع‌آوری کردم و جلد اولش که همون قرون اولیه اسلامی تا قرن پنجم که چاپ شده
خدمت شما هم هست. یکی از دانشجویان ارشدم تا قرن در واقع اشیاء رو و نقوش اشیاء رو از قرن پنجم تا هشتم بررسی کرد جناب آقای سهیلی و کتاب ایشون هم پایانشون رو تصمیم دارن که به در واقع کتاب تبدیل کنن، میشه جلد دوم همین طرحهای تدوینی برگرفته از ظروف خانگی. ان شاء الله آمادگی داریم که دانشجویان دیگه مقطع ارشد به بالا اگه علاقه داشته باشن قرن پنجم به بعد رو، ببخشید هشتم به بعد رو مطالعه کنن، اونها رو هم برای جلد سوم و چهارم در نظر بگیریم. این وظیفه ای ماست که مستندسازی داشته باشیم در ارتباط با هنر ما. ولی اشیاء شما با توجه به اینکه نبوده جایی، یعنی کسی بخواد مطالعه کنه نه تو کتاب ها پیداش میکنه قاعدتا، نه تو اینترنت پیداش میکنه، نه تو موزه های دیگه، اشیاء بسیارشون خاص موزه شماست. ما واقعا منتظریم که هر چه زودتر کتاب موزتون چاپ بشه، کاتالوگ هاش در بیاد و اشیاتون رو ببینیم. حالا از همین چند تایی که آوردین لطفا ما رو یه حرف بسری به ما بدین و ما بتونیم ببینیم اشیاء شما رو. باز یه ظرف دیگه ای آوردم که میخواستم البته اینو با اول نشون میدادم. یک ظرف دیگه از دوره بازم نیشابور هست، خب یک کالیوگرافی هست در این حال، سفال خامه. ما این طرح‌ها رو در موزه رضای عباسی هم می‌بینیم، سفال‌های خامی که به شدت روشون کار شده. خب و اینجا ما شما کاملا خطوط کوفی و اسلامی رو خواهید دید روی این ظرف. بله. و روی این ظرف ها خیلی جالبه، ما پرنده هم داریم، یعنی در گوشه ای از این ظرف خب شما پرنده رو هم میتونید ببینید. بله همینطوره. من خیلی دوست دارم که این کار رو بیم پیاده سازی کنیم، این نقوش رو، چون نقوش در واقع میگم یونیکی هستن که اشیا تازه دارن وارد موزه میشن، اینا همه پیاده سازی خطی بشه که خدایی نکرده اگه اتفاقی هم برای حالا آثار افتاد، حالا بلایای طبیعی ما داریم، سیل، زلزله، خدای نکرد جنگ های مختلف، همون بلایی که به سر آثار سوریه و افغانستان اومده و از بین رفتن، اگه ما اینا رو واقعا مستند نکرده بودیم، اینا ترسیماتی از اینا، عکسایی از اینا وجود نداشت، مسلما الان دیگه از حافظه تاریخی پاک میشدن. پس خیلی بهتره که حتما این پروژه رو جدی بگیرین، حتما اینا رو طراحی‌های خطیش رو پیاده کنین که ما اصلا یک کلکسیون داشته باشیم برای استفاده همه طراحانمون، طراحان گرافیک، طراحان لوگو، طراحان. یکی از دوستان من انیمیشن کار هست و من ازش اون خواهش کردم، جناب آقای احسان سفه، خواهش کردم که از این نقوش، از این پرنده ها در انیمیشن های خودش استفاده کنه. چرا پرنده هایی که مثلا ما برای انیمیشن داریم کار میکنیم، برای حالا برنامه های صدا و سیما داریم کار میکنیم، از همین پرنده های کهن ما باشه؟ مگه زیبا نیستن؟ مگه همه تناسبات رو ندارن؟ ما همین برگشت به گذشته رو داشته باشیم، حتی میتونه به صورت ناخودآگاه در یاداوری مجدد این آثار خیلی در حافظه جمعی ما مؤثر باشه و حتی سواد عمومی بصریمون رو بالا ببره. اتفاقا وسط همین حرف، همین موضوعی که گفتید، من یک درب کندو آوردم برای اواخر صفویه که طرح فانتزی رو ببینن، که حتی طرح‌های مدرن و فانتزی از نیشابور افسانه‌ای تا به صفویه، اواخر صفویه بوده و همین انیمیشن درست کردن از همین طرح خیلی دوست داشتنیه. به به به، میگم من انقدر لذت میبرم از دیدن این آثار که اصلا ترجیح میدم هیچی نگم دربارشون. بسیار زیبا. میبینید اسب چقدر فانتزیه، فرد چقدر فانتزیه، یعنی باب انیمیشنه. البته انیمیشن هایی در همین زوائد کم و بیش ساخته شده، ولی این که ما این اشیاء رو مردم بدونن که این انیمیشن واقعا تصاویری در دوره صفویه و قاجار به همین سبک فانتزی خب بودن. حالا من جلوتر میارم. بله بله، خیلی زیبا، کاملا مشخص، ده بسیار خوب و قشنگ نگهداری شده، بعد مشخصه که خیلی خیلی زیباست. آره این هم به خاطر اصلی هست که در گذشته تاریخی چه جاله. آره و اینکه مجموعه ما حالا بیشتر اشیایی هستند که دیده نشدن تا حالا، جایی نبودن، دیده نشدن، خریداری شدن و به شدت خیلی زیادن، مجموعه خیلی ایشالا حالا بتونیم کاتالوگ. من در رابطه با همین نگران هستم برای بفهم. من نمیدونم، فکر میکنم دوربین من یه موقع قطع شد.
شد. آره یه مقدار صداتون داره با تأخیر میاد، دوربینتون فکر کنم قطع شده. آه الان بس شدین فکر کنم، درست شد جناب بدرام. یه لحظه دوربین یه چیزی رو چک کنم. خوب شد؟ اوکی شد؟ بله. تصویر من هست؟ تصویرتون هست، صداتون هم هست، بفرمایید. آره من داشتم در مورد چی صحبت می‌کردم. اجازه بدید تا یادتون میاد من اینو نشون بدم در رابطه با همین آثار فانتزی که می‌فرمایید. این ظرف رو، این شکل پرنده رو من در آثار موزه ملی ایران خیلی، من همیشه به عنوان مثال میارم برای دانشجویان، پیاده شده خطی شاید مشخص‌تر باشه. مثال میارم برای دانشجوها که همه نمونه هایی که شما مثلا درس میخواین در رابطه با ترکیب بندی و ریتم در مبانی هنرهای تجسمی که مثلا وزن رو بخواین رعایت کنین، تعادل رو بدون این که بخواین تقارن داشته باشه کارتون، به وسیله توازن حفظ کنین، یعنی همه این اصولی که در واقع از مدرنیسم و از رنسانس و در واقع از مدرسه باهاس بیشتر مد شد و توجه شد بهشون در همه مکتب های جدید هنری، میبینیم که در آثار 1000-1500 سال و حتی گذشته هنر کهن ایران بسیار بهش توجه شده و هنرمند ما اینا رو انجام میداده و حیفه که ما واقعا بهش توجه نکنیم. مثلا من همیشه میگم ما هنر مدرن رو داشتیم. هنر مدرن الان اروپا مثلا میگن این کاری که مثلا پابلو پیکاسو میکنه، خب روی طرحهایی که از زنها، صورت زنها به عنوان یک هنر مدرن پیاده میکرده، ما دقیقا همون رو توی سفالای نیشابور ما داریم. یعنی انگار مثلا پابلو پیکاسو مثلا ظرف نیشابور رو گذاشته جلوش داشته کپی میکرده. حتی با زازیه ها که بعدها، حالا من یه نظریه دارم حالا روش فکر میکنم، حالا بعدا روش کار کنیم، که اینکه پابلو پیکاسو سفالگره و طرحهای سفالی زیادی داره و سفالگری میکرده، احتمالاً به همین طرحهای نیشابور قطعاً خورده که بعد اونها رو و به اونها رو روی بوم پیاده کرده. همون زنهای تک چشمی به صورت نیمرخ خیلی اصلا کپی شده است در حقیقت. به نظر من کپی شده است. خب؟ چه جالب. آره و میشه روی این کار کرد. حالا دارم روش یه سری تحقیق میکنم که بیام زاویه ها رو بررسی کنم که ببینم که چقدر تطابق داره این طرحایی رو که پابلو پیکاسو از روی اون طرحها قطعا گرفته شده. اگه اینجوری نمیدونم به پدرام، شاید دانشجوهای ما مثلا علاقه من باشن که سوالات رو بپرسن. ما لایو رو باز کنیم که اگه سوالی در این رابطه هست، من میدونم که گروه های مختلف هنری حتی به ما پیوستن و علاقه دارن به این موضوع. من هفته پیش با دانشگاه بوعلی سینا صحبت داشتم و دانشجویان اونها خیلی کارهای زیادی در این رابطه انجام دادن که بچهای طراحی صنعتیشون از هنر کهن الهام میگیرن با راهنمایی آقای خانم دکتر حقایق و استفاده میکنن و محصولات جدید طراحی میکنن. این ایده اصلی هست که ما واقعا به دنبالشیم. ما میگیم که واقعا نباید هنر کهنمون رو ما بذاریم توی ویترین. ما نباید فقط انتظار داشته باشیم که صنایع دستی ما، هنر سنتی کهن ما فقط یه چیز تزیینی باشه که ما فقط برای زیباییش خوشمون میاد یا به خاطر قدمتش ازش خوشمون میاد. نه، ما علاوه بر این قدمت دنبال هویت فرهنگیش هم هستیم و مدعی هستیم که اگه به درستی روشون کار کنیم، به درستی مستند نگاریش کنیم، به درستی روند طراحی رو روی اینا پیاده کنیم، میتونیم اون سیر تحول و تطوری رو که هر کدوم از این نقوش، هر کدوم از این اشیا داشتن در طول تاریخ و به اون نهایتشون رسیدن، ما هم جایگاهی داشته باشیم، ما هم این نمودار رشد و پیشرفت رو به سوی بالا ببریم، نه اینکه فقط در جا بزنیم. من اتفاقا اینو مثال میذارم، میگم ما اگه بخوایم کپی برداری کنیم، مثلا بگیم ما میخوایم از دوره صفویه، مثلا از همون گل عباسی های صفویه، از بوتجقه های نمیدونم دوران مختلف بخوایم استفاده کنیم، کپیش کنیم، در واقع حتی درجا زدن هم نیست.
برگشت به عقبه، یعنی انگار که ما میخوایم با 500 سال قبل طراحی کنیم، ما میخوایم نقش 1000 سال قبل رو، یعنی انگار که برگشتیم 1000 سال عقب. نباید اینطوری باشه، ما باید اون نقش رو ببینیم، دقیقاً باید اون نقش رو ببینیم، دوباره بریم یک تأثیری از زندگی امروزیمون روش بذاریم و ارتقاش بدیم که برای زندگی امروزیمون مناسب باشه و آیندگان هم ما رو ببینن بگن در این دوره تاریخی ما هم این کارو کردیم. دکتر یک چیز بدی هست الان، بچه‌های صنایع دستی متأسفانه خیلی بد شده، دارن طرحهای گذشته رو کپی میکنن. مثلا طرف داره سفالگری میکنه، طرح نیشابور رو میذاره جلوی کپی میکنه. بابا ما کپی نیاز نداریم، متأسفانه اونها اصلا ما این تکرار مکررات نیاز نداریم. اونا با افکار خودشون به اون رسیدن، در دنیا و زمان خودشون به اون رسیدن. شما امروز داری زندگی میکنی، کپی اونا به درد ما نمیخوره. یعنی هیچ همه فکر میکنن مثلا در چنین طرح فانتزی خب فقط طرف اومده یه نقشی کشیده، نه، هزاران داستان، فکر، ایده، فضا توی همه این طرح دخیل بوده که ما متاسفانه بچه های صنایع دستی واقعا دارن اشتباه کار میکنن، چرخ و دوباره دارن اختراع میکنن و این یه دور باطله خب که ادامه داره، خب و به جایی هم نمیرسی. خب منم همینو میگم، تفکر من هم دقیقا همین گونه هست و من مؤکدا اینو به دوستان تاکید میکنم که دانشجویان عزیز، همه هنرمندان عزیزان، در این رابطه اگه ما بخوایم تکرار مکررات داشته باشیم واقعا هیچ پیشرفتی نیست. درسته شناختشون خیلی واجبه، اگه شما به درستی بشناسیدش روند صعودش رو هم یاد میگیرین و لازمه واقعا شما خط امضای خودتون رو، خط فکری خودتون رو، ذهنیت خودتون رو تو اثر به جا بذارین. اینه که ارزشمند میکنه کار رو و این واقعا کاریه که خب متاسفانه من البته اینو در همایش های تو دانشگاه هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان، چند تا همایش در رابطه با چالش های مطالعات هنری برگزار شد، اینو من بیان کردم واقعا که خب متاسفانه یکی از معضلات اصلا رشته صنایع دستی که واقعا نیاز به بازنگری داره امروزه این هست که باید اصلا یک درسی برای خلاقیت براشون در نظر بگیرن. بچه صنایع دستی ما متاسفانه همون پیرو روش استاد شاگردی و کسب مهارت هستن، در حالی که این کفایت نمیکنه برای دنیای هنری امروز، برای صنعت امروز واقعا مهارت کافی نیست، خلاقیت حتما لازمه. دوستان صنایع دستی حالا قطعا توی این لایف هستن و شاید هم خیلی بعدها ببینن، قطعا کپی کاری گذشته، مولاژ سازی، جنایت در حق هنره. این جمله رو باید بنویسن یه جایی، یک جنایت در حق هنره. هنر پشتش فلسفه بوده، کسی که چنین کاسه ای رو می اومده می ساخته هزار ایده داشته، هزار فلسفه داشته، هزار نگاه داشته. بعد شما همین رو میخواین کپی کنی؟ شما چه نگاهی داری؟ ما اگر فلسفه اینو میدونستیم روی کاغذ میآوردیم که چنین چیزایی غیر ممکنه، چون در ذهن اون هنرمند هزار سال پیش که ما نیستیم که بفهمیم در چه ایده اینو پیاده کرد. بعد شما کپی اونو میخواین کنید؟ یعنی چی؟ شما ذهن اون شخص رو خوندید دوباره اونو میخواین کپی کنید؟ چه فلسفه‌ای پشت این هست؟ حالا من یک کاری حالا اونور هست در همین سیر تکامل پرنده ها، یک پرنده دوره قاجار هست، حالا من برم اونو بیارم. بله حتما، ما منتظریم، میگم ما همش مشتاق هستیم که این آثار موزه شما رو ببینیم. خب نگاه کنید، این یک ظرف سیاه قلم دوره گناباد هست، این پرنده ها رو میبینید؟ خب بله، چقدر ریز کار شدن. میبینید یک هنر قاجاری، یک هنر افشاری، یک هنر زندیه خیلی متفاوت هست با اون هنری که در اون دوره هست و ما هم باید متفاوت باشیم. وقتی که یک ظرفی رو یکی میاد کپی میکنه داره جنایت در حق اون میکنه. چرا؟ چون اون هنر پشتش هزار فلسفه است. اگر تو هنری داری، اگر فلسفه ای داری، پیاده کن و اگر حرفی برای گفتن نداری اصلا سمتش نرو. شما خلاقیت نداری، خب صنایع دستی کار نکنید، برید مثلا کارمند یه بانک بشید. یه واقعیت دیگه، یه هنرمند خلاقیتش مهمه.
دقیقا همینطوره. حالا ما معمولا اینو توی کلاس های لطفت. اکادمیکمون به صورت تحلیل های ظاهری و تحلیل های محتوایی کنار همدیگه میذاریم و در واقع تحلیل های ظاهری و محتوایی دو روی یه سکن. ما یه سکه رو نمیتونیم فقط یه روش رو در نظر بگیریم بگیم خب ظاهرش فقط برای ما مهمه. محتوا خیلی بیشتر معنا افزایی میکنه و اصلا اون ظاهر رو خیلی میشه میتونم بگم که پربارتر میکنه وقتی ما به محتوا هم بپردازیم. دقیقا در اصلا همین پرداختن به محتوا بود که من فکر میکنم که باعث شد که اصلا هنر ایرانی اسلامی ما شکل بگیره و ما تونستیم اون مفاهیم کهن و مفاهیم بسیار عمیق و غنی فرهنگیمون رو از ایران قبل از اسلام به ایران اسلامی منتقل کنیم. حالا در کتاب همون نظریه مانا که من به این نکته اشاره کردم که در بسیاری از نقوش دوره هنر اسلامی رو ما میتونیم در تقدس دو مفهوم آب و نور در کنار همدیگه قرار بدیم و این مفاهیم در قبل از اسلام به یک گونه نمادگرایی میشده، پس از اسلام ادامه پیدا کرده، چون قبل از اسلام و پس از اسلام آب و نور همیشه من یک تماس داشتم قطعش کردم لحظه تصویر من رفت. بله نداره. بله این مفاهیم آب و نور مفاهیم مشترکی هستن که برای قبل از اسلام و بعد از اسلام مفهومش مورد توجه و تقدس قرار داشته، ولی حالا به صورت جلوه‌گری میتونسته در همون سیر تحول و تطور است دیگه. از قبل از اسلام به یه شکلی بوده و در دوره اسلامی با دیدگاه های اسلامی که به وجود اومده تحول پیدا کرده، تلطیف شده حتی به نظر من در بسیاری جاها و سیر تکامل خودش رو، من خیلی تاکید دارم بر این موضوع، سیر تکاملش رو ادامه داده. ما هم باید در این سیر تکامل مسلما شریک باشیم. خب حالا در مورد همین سیر تکامل یه ظرف دیگه ای از اونور الان اونم میارم اینجا پر ظرف شده. شما همین طرح رو ببینید، این طرح رو ببینید، چند دایره هست در یک فضایی، خب یه فضای هنری هست، خب این توی ذهنتون باشه. تا فضای قبل این که این تکامل اون طرح رو من به نظر من و البته این ظرف رو بیارم، عجله نکنید آقای بهرام جان، میگم عجله نکنید، خدای نکرده آسیب نبینن ظرفا. بسیار آره. حالا این ظرفی هم مقدار مرمت نشده ولی دوره نیشابور هست، خب بله. دقیقا میبینید تکاملی از دایره ها، همه اینها پشتش مفهوم هست، یعنی این اشیا که انشالله همه توی موزه میان پشت همه این داستان ها مفهوم هست. شما نگاه کنید، شما اینجا 6 دایره و 1 دایره مرکز رو دارید و این همون هفت مقدسی است که در خیلی از بحث‌های هم اسلامی هم عرفانی که در دوره بازم عرفان نیشابور که صوفیه اصلا از نیشابور و خراسان باز به وجود میاد در این طرح ها هست. یا مثلا تک خورشیدی، خب نمونه این ظرف رو فکر کنم تو کتاب همون طرح های تزیینی من دارم، چون الان دقیقاً به ذهن من اومد که زمینه سبز و زرد بود. آره این ظرف عمومیه، من تقریبا بلوغش 24 تا 25 تا از این ظرف دارم که میخوام یک سیر تکاملی از همین ظرف رو هم ارائه بدم. و اینکه این ظرف هم خیلی بسیار زیبا است، این شاهور است. بله و این همین طرحی که الان ما دیگه بهشون میگن پست مدرن دیگه، یه در اصطلاح پست مدرن، همین ظرف رو شما نگاه کنید، در زمان خودش بسیار مدرن کار کردن، خیلی زیبای، با اینکه یک چند نقطه سبز در کنار چند خط قهوه‌ایه، خب ولی فوق‌العاده است. یعنی همون مفهوم تکسچر و بافتیه که امروزه خیلی بهش توجه میشه دیگه، اصلا بافت و ساخت بافت و اصلا اینکه ذره گرایی یا پر کردن فضاهای خالی یکی از نکات هنر اسلامی که گروبار اتفاقا بهش توجه میکنه و اینجا کاملا ملموس دیده میشه. آره و حتی میشه روی این ظرف همین نقاط سبز رو، فضای سبزی که در آن دوره بوده دیگه، شما در زمان نیشابور
فضا جنگلی بوده، درختی بوده، به این سبکی که امروز فکر میکنیم نبوده و فضای سبز و درختان و خرمی، و این رو حتی میشه خورشید تصور کرد که بله. خورشید در مرکز تابیده میشه بر همین فضای سبز. که بسیار این ظروف، بازم تاکید میکنم، فلسفه پشت این همه این طرح‌ها هست، همه این طرح‌ها پشتش نگاه علمی هست، نگاه هنری هست، نگاه فلسفی هست. همه اینها بدون فکر ساخته نشدن. الان متاسفانه توی کلاس نقاشی واقعا میبینید هر کسی یک بومی خریده، یک قلموی برداشته و داره هر کاری رو انجام میده. که من حتی یه مقاله نوشتم آقا بوم نفروشی دیگه، بوم نباید به هر کسی فروخته بشه که هر کس بره یه چهار تا رنگ بزنه و بگه این اثر مدرن منه، این اثر پست مدرن منه. آقا به چه فلسفه ای، به چه نگاهی؟ این دغدغه است. همه فکر میکنن حالا بعضی حالا دیگه کپی کاری میکنن، مثلا کپی کاری بهمن مؤسس و من دیدم چندین نفر دارن انجام میدن. بابا بهمن مؤسس در زمان خودش دیدش نسبت به اون آثار اون شکلی بود، پشت همه اون آثار فلسفه وجود داشت، همون جوری که پشت همه این آثار فلسفه وجود داره، همینطوری الکی نیست. خب همینطوریه که ماندگاری آثار هنری در طول تاریخ بابت همین فلسفه و دیدگاهی که دارن. خب این آثاری که میفرمایید آثار سطحیه که خیلی خیلی زود پاک میشه از صفحه روزگار، ولی همچین آثار فخیمی در واقع باقی میمونه وقتی فلسفه داشته باشه، وقتی محتوا داشته باشه، وقتی بر اساس یک چیزی فرای دنیای مادی به وجود اومده، خب باقی میمونه در دنیا، یعنی در اثر مادیات از بین نمیره، در اثر گذر زمان از بین نمیره. حتی مثلا روی این طرف خب بعضی اوقات میام فلسفه این یک فرده، انگار یک انسانه ولی سر نداره، گله. خب میگن این یه زنه و این یه عروسه، عروس از دید هنرمند گله، یعنی اصلا شما اینجا گل رو میبینید با اینکه دست داره. بله. خب دیدهایی که اون زمان داشتن، ولی خب متاسفانه میگم امروزه به همیشه هم الان هنرمندا همینجوری شدن. چرا کار صنایع دستیمون به فروش نمیره؟ چرا تابلومون به فروش نمیره؟ خب شما ایده ای نداری، چیزی برای گفتن نداری، حرفی برای گفتن نداری شما. و این دیدی منه. حالا یه کم کم من فکر میکنم حالا اگر سوالی کسی داره بیام بالا. فقط دوستان، حالا دوستان فقط مرتبط به همین موضوعات سوال بپرسن دیگه، حالا بیزنسی و اینا سوال هم بپرسن، چون من بیزنسم سنگای قیمتی و ایناست، برای همین الان خیلی ممکن بیان سوال بپرسن، برای همین در مورد موضوع سوال بپرسن. بچه ها دوستان اگر حالا هر کس سوالی داره بپرسه، حالا میخوان کامنت ها رو باز کنید، نمیدونم. بله کامنت ها رو من باز کردم، حالا امیدوارم که ببینیم که بیشتر نسبت به جذابیت های صحبت ها بوده. خیلی خوشحال شدن و تاکید کردن صحبت ها رو با فروش بو. آقای جعفری موافق بود که باید ممنوع بشه، ولی خب بله میگن که موافقه کردن که میگن باید بوم فروشی رو ممنوع کنن. بوم فروشی، آره بوم بله. فروشی باید ممنوع بشه، رنگ هم نباید کسی بخره بفروشه. بله من خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب پدرام و ما همچنان منتظر هستیم که حتما هرچی زودتر آثار شما مستند بشه، ما عکساش رو بتونیم هم در فضای مجازی کتابش رو به خصوص، من خیلی تاکید میکنم روی کتاب، چون کتاب برماندگاری خیلی بیشتری داره. انشالله کتاب آقای ساحلی هم به زودی چاپ میشه در رابطه با نقوش تزئینی قرون، اختصاصا قرون پنجم تا هشتم. ما منتظر هستیم که بقیه دانشجویان هم اگه علاقه دارن دوره های دیگر رو بعد از دوره هشتم به بعد رو بخوان کار کنن، یا اینکه همینطور که از اول صحبتمون گفتیم به صورت موضوعات کوچک وارد دنیای هنر بشین،
بیاین مثلا نقش پرندگان رو بخواین بررسی کنین، مثلا پرندگان خیلی گسترده است، بیاین نقش خروس رو بررسی کنین، نقش هدهد رو بررسی کنین، نقش اردک رو بررسی کنین، حتی انقدر جزئی. یعنی به هنر هر وقت ما جزئی نگاه کنیم به نتیجه خیلی جالبتر و بهتری میرسیم که میتونیم ازش کاربرد استخراج کنیم. من بازم تاکید میکنم که حتما علاقمندان برن مبانی هنرهای کهن ایرانی رو مطالعه داشته باشن، آثار رو ببینن، با جزئیات ببینن و ما میتونیم از من ادعا دارم و تجربه هم ثابت کرده، نمونه های زیادی رو توی کتابام مثال رو بردم، توی مقالات هم زیاد مثال رو بردم که ما میتونیم از مبانی هنری کهنمون، از نقوش کهنمون اقتباس کنیم و در و الگو بگیریم و طراحی های جدید انجام بدیم. این چیزی هست که نیاز جامعه ماست. فقط الگوی ذهنی بگیریم، کپی کاری الان اگر فلانی گفت کپی کاری مسلما به هیچ وجه ما نمیگیم کپی کاری، ما میگیم همون روند تکامل رو شما هم توسعه بدین، یعنی الگو بگیریم توی فرایند علمی طراحی و خلاقیت قرارش بدین و ازش یک نقش جدید، فرم جدید و شی جدید بسازین. با فلسفه و ذهن امروز ما حتما باید این صورت بگیره. در مورد کاتالوگ گفته قطعا بعد از اینکه ساختمان موزه را افتاد چیدمان انجام گرفت، قطعا به کاتالوگ فکر میکنیم. کاتالوگ رو نه برای اینکه ما خودمون رو نشون بدیم، نه من ثبت این طرح ها برام مهمه. بله اینجا رسانه است. بله برای اینکه یه سری از این کشورها دارن به دروغ یه چیزایی رو برای خودشون ثبت میکنن که متاسفانه از کمی ماست، از کمکاری من نوعی است. و اینکه حتما این کار رو انجام میدیم، ایشالله یک کاتالوگ قوی بیرون بدیم، چون هنوز من فکر میکنم ما باید هنوز آثاری رو تهیه کنیم، چون من حس میکنم که همون تکاملی رو که من میخوام پیاده کنم توی ویترینا هنوز اون چیزی نیست که من فکر میکنم که در گذشته اتفاق افتاده. کتاب خانم امنی رو بخونید، این خیلی خوبه، همیشه جل دست من هست. البته انتقادم دارم، زیاد انتقاد دارم. دیشب داشتم نگاه میکردم به صورت نوعی طرح شیر. خب توی این طرح ها طرح شیر خیلی چی مونده، خیلی بیگناه مونده، زیاد آره زیاد بهش توجه نشده. پلنگ بیشتره تا نقش شیر، پلنگ بیشتر دیده شده. آره. این که جالب اینجاست، شیر روی سفال دیده نشده، خب به صورت اینکه یک شیری چیه شیر معمولی دیده نشده، خیلی کم دیده شده. ما یه ظرفی داشتیم متاسفانه توی مجموعه ما یک شیر خراسان، یعنی مثل همین شیرهای مفرقی خراسان هست، یه شیری مفرقی، یه استایل شیر مفرقی دقیقا مثل همون، متاسفانه اون ظرف سرقت شد و فقط نقاشیش رو داریم، حالا عکسی از بغل ازش داریم، حالا انشالله پیدا بشه. و اینکه حالا انتقاد دارم به این کتاب، ولی واقعا کتابی هست توی این دوره بی کتابی، خب واقعا خیلی بهتون کمک میکنه دوستان. حالا حتما این کتاب رو ببینید، بخونید، مطالعه کنید، منم میخونم و انشالله. من یک آرزو دارم، یک کتابی رو موزه متروپولیتن بعد از حفاری های 1930 تا 40 به نام نیشاپور بیرون داد که خیلی مفصل به سایز ها و طرح ها اشاره شده. امیدوارم یک اجماع کلی بینمون باشه، بیم یک کتابی جامع، یعنی حتی ده ها برابر جامع تر از اون کتابی که متروپولیتن چاپ کرد رو چاپ کنیم. و خیلی این جزء آرزوهامه، کتابی که مثلا با 800 صفحه 1000 صفحه اینجوری باشه. جمع پدرام، من همیشه توصیه میکنم به دانشجویان که وقتی که شما الان یک زمانی رو گذاشتین، از همه مهمتر این هزینه ای رو که برای زمان گذاشتین، دارین تحصیل میکنین یا برها هزینه دارین میکنین، وقتتون رو میذارین مطالعه میکنین، اینا رو نذارین به قول معروف که هدر بره. حتما از تحقیقاتتون سعی کنین که مستندش کنین، اگه شده حتی چاپ کنین در هر به صورت وبلاگ شخصیتون، حتی تا اینکه خب من مسلما خیلی بزرگتر بهشون توصیه میکنم که مقالات علمی پژوهشی پایان نامه‌تون رو
باز میخوام حتما سعی کنین کتاب کنین. شما یه وقت حداقل یک سال یک سال و نیمی میذارین که پایان نامه کارشناسی ارشدتون رو بنویسین. چرا این باید هدر بره؟ چاپش کنین، به کتاب تبدیلش کنین، بذارین اون مطالعاتی که شما انجام دادین هدر نره، در دسترس بقیه قرار بگیره. اینو من حتما توصیه میکنم. این وظیفه ماست، همونطور که میفرمایین ما وظیفه ای. اصلا من به بچهای کارشناس تحصیل تکمیلیم همیشه اینو تاکید میکنم، میگم شما وظیفه دارین وقتی وارد این مرحله شدین بنویسین، حرف بزنین، مستندنگاری کنین. همونطور که فرمودین ما خیلی کم کار کردیم در این زمینه. من الان مثالای زیادی زدم. ما این مثال همیشه میزنم در قدرت رسانه. این گفته من نیست، گفته یکی از محققان و اندیشمندان بزرگ صنعت رسانه است. میگه اگه کتابی میگم کتاب گفتیم کتاب. اگه درختی در سر سایقه بیفته، عکاسی نباشه ازش عکس بگیره، کسی ازش فیلم نگیره، خبرنگاری خبر تهیه نکنه، اصلا مردم در برش صحبت نکنن، آیا اصلا درختی افتاده؟ نه. ما هم اگه در رابطه با آثارمون، در رابطه با تحقیقاتمون، در رابطه با هنرمون حرف نزنیم، ننویسیم، مستند نکنیم، اینا از بین میره، از حافظه تاریخی و خیلی زود پاک میشه. پس نذاریم این اتفاق بیفته. دقیقاً توی ورزش این اتفاق افتاد. همین ورزش چوگان آذربایجان رفته به نام خودش ثبت کرده که من کاشی‌هایی بازم در مجموعه خودم دارم که برای دوره هول و هوش 600 قمری هست، 600 تا 700 قمری کاملاً دارن چوگان بازی میکنن. خب ما مستند نگاری نمی‌کنیم، همین طرح‌ها رو در رسانه‌های متأسفانه صدا و سیما متأسفانه هیچ طرحی رو رعایت نمی‌کنه، هیچ معرفی نمی‌کنه. بعد یه بدی هم هست، یه اسم اسلام که میاد متأسفانه همه میگن وای اسلام که هنر نداشته، هنر ما پیش از اسلامه. سریع به خاطر اینکه ما مشکلاتی رو با همین کلمه داریم در زمینه‌های دیگه‌ای، فکر می‌کنیم هنر هم همینجاست. نه، هنر اسلامی خیلی مترقیه، بازمانده. هنر ساسانیان هست، این یه واقعیتیه. هنرمندان دوره نیشابور شاگردان دوره ساسانیان و اساتید دوره ساسانیان هستن که به سیر تاریخی به این جایی بودن که رسیدن. پس این ذهنیتمون نسبت به اسلامیک آرت یا اصلا هنر اسلامی از ذهنمون بره کنار و یه دید هنری بیاد جایگزینشه انشاءالله. و اینکه بازم خیلی خوشحالم دیگه، فکر میکنم منم همینطور. آره احتمالا الان قطع میشه. منم ازتون تشکر میکنم، سپاسگزارم، امیدوارم هرچه زودتر آثار شما رو ببینیم. انشالله. ماشینم خدا نگهدارت. ممنونم، مرسی، سپاسگزار شما هستم. خدا نگهدارت. خدا حافظ. خیلی ممنونم از مخاطبان عزیز که زحمت کشیدن تا الان ما رو دنبال کردن. برنامه ثبت میشه، تو اینستاگرام میتونید ببینیدش. حالا بر اون من احتمالاً برنامه رو تو یوتیوب هم بارگذاری میکنم. کتابهایی رو که دوستان گفتن معرفی کنین، من تشکر میکنم از انتشارات قلم شاملو، این کتاب طرحهای تزئینی برگرفته از ظروف خانگی قرون اولیه اسلامی هست که جلد اولش هست، جلد دومش به زودی با همکاری آقای سهیلی به چاپ میرسه. کتاب دیگه نظریه فرهنگ مادی که خیلی خیلی تاکید میکنم که حتما مطالعهش کنین، درش آثار هنرهای ایرانی برگرفته از طرحهای امروزی برگرفته از هنر کهن ذکر شده و اهمیت این اشیا. کتاب نظریه ماناک هست، جهاد دانشگاهی چاپش کرده و این هم در رابطه با مبانی طراحی اشیا قابل توجهه. و اگه کلا به هنر ایران علاقه دارین، این کتاب خیلی خلاصه این هست در رابطه با اینکه طراح ایرانی چگونه میاندیشد و آثار رو از هنر قبل از تاریخ هنر ایرانی رو با نمونه ها بیان میکنه تا هنر دوره قاجار و امروزی. امیدوارم که خوب و خوش و موفق باشین. خدا نگهدارتون. برای چی اینو گذاشتی اونجا؟ جانو.